اعلامیه سازمان راه کارگر در رابطه با روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان روزی است که خواهران میرابل پس از ماه‌ها شکنجه توسط رژیم دیکتاتوری حاکم بر جمهوری دومینیکن به جرم مبارزه برای آزادی و علیه دیکتاتوری در سال 1960 به قتل رسیدند. سازمان‌های زنان کارائیب 21 سال بعد این روز را به عنوان روز مبارزه علیه خشونت بر زنان اعلام کردند و به سازمان ملل پیشنهاد اعلام این روز به عنوان روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان را دادند. در سال 1999 سازمان ملل 25 نوامبر را به عنوان روز منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. سالها از قتل فجیع خواهران میرابل می‌گذرد، اما همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد. جهان زیر سلطه سرمایه‌داری انباشته از خشونت علیه تمام انسان‌ها و طبیعت است و به تبع آن خشونت علیه زنان نیز ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد. تبعیض جنسیتی که خود خشونت علیه زنان است و زمین ساز خشونت فیزیکی هم هست تقریبا در تمام دنیا وجود دارد، در حالی که افزایش نابرابری ها، مشکلات معیشتی، تبعیض، بی‌عدالتی، جنگ های ویرانگر و رو آمدن بنیادگرایی و ارتجاع مذهبی ایجاد شده توسط سرمایه‌داری زندگی اجتماعی را غیر قابل تحمل می کند و زنان اولین آماج خشونت ها قرار می گیرند. در کشورهایی که مذهب، سنت و فرهنگ های عقب مانده همچنان بار سنگینی در جامعه و زندگی زنان دارند، به خصوص در برخی کشورها مانند ایران، افغانستان، عربستان سعودی، قدرت سیاسی حاکم یکی از عوامل اصلی خشونت بر زنان و گسترش آن در سطح جامعه است. در رژیم اسلامی ایران خشونت به امری دولتی، قانونی و سازمان یافته تبدیل شده است. قوانین داخلی ایران نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی کند، بلکه با حمایت از فرد خشونتگر به صورت سیستماتیک این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم می کند. خشونت یکی از عریان‌ترین نمونه‌های تحکیم اقتدار سیاسی از طریق تحکیم نظام جنسیتی قدرت و کنترل زنان است. شدت بخشیدن به تبعیض علیه زنان و کنترل سکسوالیته آنان از نمادی‌ترین اجزای ایدئولوژی و اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی است. از این رو همواره سیاست‌های این نظام حتی تا کنترل خصوصی‌ترین حوزه روابط بین دو جنس و گرایش جنسی و نظام جنسیتی پیش رفته است. تأکید بر جدایی جنسیتی، حجاب اجباری و همه قوانین زن‌ستیزانه و تبعیض آمیز که فرودستی زنان را تشدید می‌کنند، جلوه‌هایی از این واقعیت است. محققان معتقدند خشونت علیه زنان گسترده‌ترین نقض حقوق بشر در سراسر جهان است و اشکال مختلفی دارد. تقریباً تمام زنان از اشکال مختلف خشونت رنج می‌برند که بیش از یک سوم آنان تحت خشونت فیزیکی هستند. گزارش سازمان ملل از 13 کشور در زمان همگیری کرونا نشان می‌دهد که از هر 3 زن 2 زن گزارش کردند که خود
یا زنی را میشناسند که نوعی خشونت را تجربه کردند. بر اساس تحقیقی که به بررسی خشونت خانگی طی پاندمی کرونا در رابطه با زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در ایران از سوی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی در 5 شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز صورت گرفته، از میان 5317 زن پرسش شونده 4107 نفر حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه کرونا تجربه کردند. از میان زنان خشونت دیده 91.2% خشونت روانی، 8.65% خشونت جسمی، 42.6% خشونت جنسی و 38.2% خشونت منجر به صدمه را تجربه کردند. خشونت‌های ناشی از ساختارهای طبقاتی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و مذهبی که شرایط زن را در موقعیت فرودست تثبیت کرده، ظرفیت رشد و بالندگی برابر را از او گرفته و کار خانگی بیمزد را بر او تحمیل می‌کند که در بسیاری از موارد به خصوص در میان زنان فرودست آسیب‌های فلج کننده‌ای بر جای می‌گذارد که برون رفت از آن بسیار دشوار است. مسئله فقر، بی‌سوادی، آلونک نشینی، نداشتن آب سالم و آب گرم و بهداشت کافی بدترین خشونت علیه زنان حاشیه نشین است. این زنان به لحاظ وضع بد معیشت و نیاز به درآمد و ضعف شدید اقتصادی به کار خود وابستن و ناچار به انجام مشاغل سخت با پایین ترین دستمزد و کار در محیط های غیر استاندارد می باشند. همچنین کمتر بودن فرصت های شغلی، نابرابری در دستمزد، تحقیر و تعرض جنسی به زنان از جمله مصادیق خشونت علیه آنان در محیط کار است. خشونت‌های خانوادگی که در پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد و هیچ ناظری شاهد آن و به ویژه در ایران هیچ دادگاهی دادرس آن نیست و از نظرها پنهان می‌ماند نیز وجه دیگری از خشونت علیه زنان است. بسیاری از زنان در مقابل آزارهای محیط کار سکوت می کنند و یارای مقابله ندارند، زیرا با هر گونه اعتراض از کار اخراج می شوند. آنانی که وارد راه پرپیچ و خم شکایت می شوند، حتی با ارائه مستندات هم اگر آزار را به اثبات برسانند، با پیامدهایی چون به حاشیه رانده شدن و عدم رشد حرفه‌ای و فشار روانی مواجه هستند. همچنین تحمیل بارداری، ممنوعیت استفاده از وسایل ضد بارداری، ممنوعیت سقط جنین، تعیین نوع پوشش، تبعیض در زمینه‌های تحصیل، کار و تصمیم برای بدن و تحمیل حجاب مصداق خشونت علیه آنان است. خشونت بر زنان از زوایای مختلف قابل طرح و بررسی است. عوامل متعدد ساختاری که در هم تنیده و جدای از هم نیستند، مانند مناسبات سرمایه‌داری، روابط کالایی، سلسله مراتب قدرت پدر مرد سالارانه که با مذهب، ایدئولوژی، فرهنگ، باورها و سنت‌های عقب مانده در هم تنیده شده‌اند، نقشی اساسی در خشونت بر زنان دارند. سرمایه‌داری از طریق نهادهایی چون دولت، خانواده، مدرسه، قانون، مذهب و با استفاده ابزاری از بدن زن برای تولید مثل، موقعیت فرودستی زنان را که از قبل وجود داشت هرچه بیشتر تعمیق و تثبیت کرده و می‌کند.
بدن زن تحت سیطره نظام‌های پدرسالار طبقاتی همواره عرصه مهمی برای کشمکش ارزش‌های مردانه بوده است که نتایج آن را می‌توان در عرصه‌های حقوقی، عرفی، سنتی مذهبی و خشونت‌های مرسوم مشاهده کرد. مشکل خشونت به وسعت جهان همچنان وجود دارد. خشونت جنسی، جنسیتی، ریشه‌های ساختاری عمیقی در نظم اجتماعی دارد. نظمی که انقیاد زنان را با سازماندهی جنسیتی کار و اقدامات لازم برای انباشت سرمایه گره می‌زند. بدون شک زنان جهان تا محو انواع ستم باید مبارزات پیگیر و خستگی ناپذیر خود را علیه مناسبات قدرت و سیستم پدر، مرد سالاری و سرمایه داری ادامه دهند. راه درازی در پیش است. در رژیم اسلامی ایران نظام استبدادی مذهبی و مرد سالار حاکم بزرگترین و اولین سد و تشدید کننده ستم و تبعیض جنسی، جنسیتی و خشونت علیه زنانت که باید از سر راه برداشته شود. هرچند در مبارزه علیه فرهنگ، سنت، دین، عرف و عادات عقب مانده که در بافت جامعه عمری هزاران ساله دارند و جان سختی می‌کنند، راه درازی در پیش رو داریم. زنده باد جنبش زنان برای محو خشونت، ستم، نابرابری و تبعیض. سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. کمیته مرکزی سازمان راه کارگر.